من به موجود بودن آفریدگار، خالق، شک شبهه داشتم و آن مرا اذیت می‌داد و گمان می‌کردم که در روی زمین یگان مرد مؤمن نیست، بلکه با همین درجه رسیده بودم و گمان می‌کردم که کسی مرا به موجود بودن آفریدگار، خالق این جهان باور کننده نمی‌تواند. این کار برای من خیلی وزمین بود و مرا به تشویش می آورد و من سعی کوشش کردم تا این مسئله را به آخر رسانم، ولی با کدام راه؟ با راهی لذت و حلاوت و با راهی دیگر. در واقع این مسئله حقیقت داشت و برایم یک غم سنگینی بود که شب و روز در فکر آن بودم، حتی اینکه نمی توانستم خواب بکنم. از خانه به سوی بازار به دکان پدرم می رفتم و من حتی نمی دانم که در اطراف از دوستانم کی هست. حتی به من یکی از دوستانم سلام می داد، من جواب نمی دادم و آن را نمی شناختم و او مرا می داشت و چنون می گفت که ای فلانی تو در کجایی؟ پس من بیدار می شدم و با او اهمیت می دادم. پس با این قرار آمدم که باید به این مسئله نقطه مانم، به آخر رساندن این مسئله از این طرف و یا از آن طرف لازم است. پس من به خواندن کتاب ها شروع کردم تا به مقصد برسم. از شما پنهان نمی دارم که من خیلی کتاب بسیار را مطالعه کردم، لیکن از آن کتاب ها یکان بهره نگرفتم و وقت بسیار خود را با خواندن کتاب ها صرف کردم. همه چیزی که به دستم می افتاد آن را می خوندم و برای موجود بودن خالق این جهان یعنی آفریدگار دلیلی باوری بخش می جستم. به این حالت مدتی دراز باقی ماندم، لیکن الله تعالی وقتی که در این کار صمیمیت و صادق بودن مرا دید به من یاری داد و من دلیل های را خواندم که مرا از شک و شبهه به سوی یقین برد، به سوی ایمان به الله سبحانه و تعالی. این بود که من آن روز را روز ایمان نامیدم، زیرا در حقیقت همه چیز در نظرم تغییر یافت. یعنی من دوباره به مخلوقات نگاه کردن را شروع کردم و موجودات و مخلوقات را نظر می کردم، ولی آنها مثل دیروزه به نظرم نمی نمود. درختان را مثلی که قبلا به آنها نگاه کرده بودم نمی دیدم. من پیشتر به نفس خود و به محتاب نظر می کردم، ولی حاضر به نظرم آنها دیگر می نمایند. پس چنین شد که الله سبحانه و تعالی را در همه چیز می دیدم که در گذشته در هیچ چیز پیدا نمی کردم. سبحان الله. اکنون برای توی اولین دلیل را می آرم که آن مرا به سوی ایمان برگرداند. در حقیقت من از کتاب غرائب المخلوقات خوانده بودم که از حشرات یک نمودی پشه وجود دارد که آن چقدر خواهد زیاد می گردد و تخمش را در دیره‌ها و حوض ها می گذارد و او بدنش را زیر می کند و از سوراخی های بدنش مائه می براید که با هوای بیرون آن خشک می شود به مثل تاری تارتنک. آن خشک می شود و از آن کشتی و زورق های خرد پیدا می گشت. همین طور پشه های مادری زورق های خرد را می سازند که در دیره ها تخمه گذارند. پس آن مادران می میرند. می میرند و پس از آن کرمچه های پیدا شده سبزیده کلان می شوند. وقتی که کلان شد تخمه شود. پس از آن در موسم تخمانی بسیار می گردند. و او جسم خود را زیر می کند، پس آنها بیرون می شوند. بله، آنها تخم گذاشته پس می میرند. سوال به میان می آید که این مواد را کی برای ساختن آنها موافق کرده است که از جسمش ساخته می شود؟ ماده که خشک می شود که ساختن آن و بیرون کردن آن را به مادران آنها تعلیم داد که آنها مادرانشان را ندیده بودند و به آنها تعلیم داده باشند. مادرش وفات کرده بود، اگر او را می دید می گفتیم که از او تعلیم گرفته است. پس کی تعلیم داده است؟ اگر این راه نمی بود این نسل قطع می گردید. در حقیقت این کار نفسی مرا خیلی تکان بزرگ داد. وقتی که مادرش را ندیده است به او این کار را کیاد داده است که آنها مادرانشان را ندیده اند. اینچنین یک قصه به مانند این قصه است که یک دوستم به من گفت که او یک دستگاهی چوجه براری داشت. در آن تخم مرغ را می گذاشت. روزه به آن 30 دانه تخم مرغ ماند و یک تخم پرنده آبی.
که آن را تنها برای پره شدنی عدد آن بود. همراه تخم های مرغ آن را هم گذاشت. پس به من گفت: من وقتی از تخم برآمدن چوجه ها را می دانم. پس من برای دیدن تخم ها آمدم و از او پرسیدم که کی می براید؟ 30 چوجه های خردکک همه برآمدند. پس همراه آنها این پرنده آبی نیز برآمد. دوستم می گوید که همه چوجه ها را و میدان وسیع بردم، به زمین سر دادم و این پرنده آبی را تنها به حوض آب بردم و در آن پرنده خود شنا میکرد و آبازی میکرد، زیرا او پرنده آبی است. در تخم همراه تخم های مرغ ها بود و مادرش را ندیده بود. چرا با چوجه ها به صحرا به زمین نبرآمد؟ این چوجه آبی در تخم همراه تخم های مرغ بود و مادرش را ندیده بود. چرا با چوجه ها به صحرا نبرآمد؟ به او کی گفت که آن پرنده آبی است؟ بعد من نیز فهمیدم که زنبورهای اصل حجرچه های شش کنجه دارند که با ترتیب منتظم است. حتی اگر از او یک خانه را گرفته شود، به جای آن دیگر خانه سازند و با آن اصل گذارند، اگر چند آنها مادرانشان را ندیده باشند. حقیقتا این دقت مرا به خود جلب کرد.